بچه های کلش رویال سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین 13 به درتون هم مبارک باشه. بچه ها دو روز دیگه سیزن جدید میاد و اینکه 13 تا کارت هستن که بعضیشون سطحشون یه خورده بالاتر رفته بهتر شدن، بعضی یه خورده ضعیفتر شدن که الان با هم دیگه میخواییم بریم که یکی یکی ببینیم که کدوم کارت ها هستن و چه اتفاقاتی برای این کارت ها به وجود میاد در دو روز دیگه 4 آوریل که فکر کنم دوشنبه باشه. بله، این 13 تا کارتی که اینجا میبینید اینا هستش که تغییر کردن، مثلا آینه، گلدن نایت، جاینت اسکلتون، آرچر، آیس اسپریت، اینا یه خورده تغییرات خوب داشتن و سنگ قبر و رم رایدر و آرچر کوین و قبرستان و والکری و مگا نایت هم یه خورده ضعیفتر شدن توی بعضی چیزها و همینطور اون تاوری که اکسیر میده، الکسیر کالکتور و الکترو جاینت هم یه سری تغییرات داشتن که الان یکی یکی با هم دیگه این تغییرات رو میریم میبینیم. مثلا میرور یا همین آینه الان دیگه وقتی که ما ازش استفاده میکنیم، البته با توجه به همون سطحی که خود آینه داره، لول کارت رو از قبلا 1 لول بالاتر می آورد، الان 2 لول بالاتر میاره اون لول کارت ها رو. گلدن نایت یه خورده محدوده‌ای که هجوم میبره بیشتر شده و همچنین وقتی که قبلا اگر یادتون باشه مثلا گلدن نایت 2-3 تا نیرو بودن و اون تاور حریف، گلدن نایت میومد ضربه میزد به نیروها، تاور و یه نیروی دیگه. الان دیگه وقتی که ضربه میزنه به خود تاور دیگه روی همون میمونه و دوباره از اون بر نمیپره بره سمت یه کارت دیگه، تا زمانی که به اون تاور میرسه و دیگه روی اون تاور میمونه و ضربه میزنه. و اینکه بچه ها خود کلش رویال هم گفته که ما به خاطر اینکه کارت ها ازشون، از بعضی از کارت ها خیلی ما استفاده میکنیم، این رو متوجه شده اون سیستم کلش رویال که بعضی کارت ها خیلی ما ازشون استفاده میکنیم، بعضی کارت ها رو خیلی کم طرفدار دارن، خیلی کم ازشون استفاده میکنیم، برای همین اومده اونایی که ما خیلی زیاد استفاده میکنیم و یه خورده ضعیف کرده، اونایی که اصلا استفاده نمیکنیم و یه خورده قوی تر کرده که ما بتونیم بریم سمتشون و یه خورده طرفدار داشته باشن و تو اون سیستم کلش رویال قرار بگیرن. جاینت اسکلتون اگرتون باشه از وقتی که ضعیف شد توی یکی از فصلها خیلی ها اون رو کنار گذاشتن، الان یه خورده سرعتش بیشتر شده و اون ضربه که شروع میکنه ضربه زدن هم یه خورده بیشتر شده. آرچر هم همینطور گفته به خاطر اینکه زیاد طرفدار خیلی کم ازش استفاده میکنن یه خورده سرعت اون ضربه زدنش رو بیشتر کرده. آیس اسپریت هم بچه ها از وقتی که الکترو اسپریت اومده خیلی ها آیس اسپریت رو حذف کردن و رفتن سمت الکترو اسپریت. کلش رویال هم اومده 30% اون رو افزایش داده قدرتش رو، که اون وقتی که ما اون رو، این کارت رو خالی میکنیم توی زمین و میره سمت یه نیرو، اون نیرو رو یه خورده بیشتر نگه میداره فریز میکنه. و خود کلش رویال هم گفته به خاطر اینکه خب خیلی رفتن سمت الکترو اسپریت ما این کار رو کردیم، اینو قوی تر کردیم که از اینم استفاده بکنید. سنگ قبر هم یه خورده سرعتش کمتر شده، این اسکلت هایی که ازش میاد بیرون یه خورده کمتر شده. رم رایدر هم سرعت اون کاری هست که انجام میده، اون نیروهای کارت های اطرافش رو کند میکنه، واقعا خیلی کند میکرد بچه ها، من واقعا عصبی میشدم، الان یه خورده خدا رو شکر کمترش کرده و کمتر کارت اطراف رو کند میکنه. آرچر کوین هم ضعیف شده به خاطر اینکه خب خیلی ازش بچه ها استفاده کردن کلش رویالی ها، برای همین یه خورده ضعیفترش کرده. و ولی خود کلش رویال هم گفته با این که ما اینو یه خورده ضعیفتر کردیم ولی باز هم اون توانایی و اون محبوبیت خودش رو داره، نگران نباشید، حالا ببینیم که چجوری میشه.
بچه قبرستان هم یه فکر میکنم یه دونه از اون اسکلت هایی که میاد بیرون رو، یکی از اون نقطه هایی که اسکلت میاد بیرون رو کم کرده و اسمش هم گذاشته بری، گفته که متاسفیم بری، ما مجبور شدیم تو رو حذفت کنیم، یکی از اون اسکلت هاست که حذفش کردن. حالا ببینیم چه تأثیری داره، چون من یادمه وقتی که قبرستون رو حریف استفاده میکرد واقعا از تاور من خیلی زده میشد. الان ببینم چه جوری میشه توی در آینده، ما تمام این تغییرات رو وقتی که توی کلش بازی کنیم بهتر متوجه میشیم. والکری هم یه خورده ضعیف‌تر کردم به خاطر اینکه گفته بودن که خیلی از کارت والکری استفاده میکنن و ما مجبور شدیم که یه کوچولو ازش کم کنیم، از اون ضربه‌ای که میزنه از سرعتش در واقع، برای همین یه خورده ضعیف‌تر شده از ضربه های بله ضربه‌ای که میزنه. مگا نایت هم بچه اینجا نوشته که در واقع مگا نایت توی کسایی که مثلا لول کاپشون پایینه یا کلن لول هایی که پایین تر هستن خیلی از مگا نایت توی ترکیبشون استفاده میکنن، و برعکس کسایی که کاپ های بالا دارن و لول های بالا هستن به ندرت از این کارت استفاده میکنن. برای همین یه خورده اومده ضعیفترش کرده اون دمیجی که میده توی اون پرشا و اینا، و فکر میکنم این کار رو کرده که ما یه خورده سمت کارتای دیگه بریم و ترکیبای دیگه رو امتحان کنیم و استفاده کنیم، و اومده یه خورده مگا نایت رو، به نظر من مگا نایت رو باز هم ضعیف‌تر کردن، چون اولین باری که اومده بود مگا نایت خیلی قوی بود بچه ها. اصلا ما جرئت نداشتیم که اسکلت یا یه دسته‌ای گروهی کارت رو ما بخوایم خالی کنیم برای مگا نایت، همه رو میزد با یه ضربه یا دو ضربه، ولی الان با اسکلت راحت میمیره، با اون کارتایی که گروهی هستن اطرافش میگیرن راحت میمیره. الان دوباره اومدن ضعیفترش کردن، فکر کنم دیگه منم باید با مگا نایت خدافظی کنم توی ترکیبم، کلا باید ترکیبم عوض کنم. و این بچه این تاوری که اکسیر میده ثانیهش از 70 ثانیهش یه خورده کمتر شده، اون اکسیری که تولید میکنه رو یه خورده کمتر کردن، اما به جاش اومدن وقتی که از بین میره یه اکسیر به اون طرف میده، در واقع اون کسی که از این کارت استفاده میکنه وقتی اینو از دست میده، تمام وقتش تموم میشه از دست میده، یه اکسیر بلافاصله بهش اضافه میشه به لیست اون اکسیرش. و الکترو جاینت هم اکسیرش که 8 اکسیر نیاز داشت الان شده 7 اکسیر، اومدن اکسیرش رو کمتر کردن، ولی به جاش اومدن اون دمیجش رو، اون ضربه هایی که میزنه رو اومدن کمتر کردن، سو هم سرعتش و اون زپی که کنارش داره اون اومدن یه خورده ضعیفترش کردن. و خود کلش رویال هم گفته که شما میتونید، ما این کاری که انجام دادیم هم یعنی همین نظرات خودشون بوده، هم مخصوصا کسایی که کامنت براشون گذاشتن و ازشون درخواست کردن، یعنی این رو میخواد به ما بگی که ما توی توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، توی تمام پیج هایی که دارن ما تمام کامنت ها و نظرات شما رو میخونیم، و وقتی که میبینن یه کامنتی خیلی زیاد باشه، درخواستش زیاد باشه، میان اعمال میکنن توی فصلهای بعدی انجام میدن، یعنی به نظرات واقعا توجه میکنن بچه ها. این هم از این 13 تا کارت، 14 تا کارت، من اشتباه گفتم 13 تا، درسته؟ 13 تا کارت، درسته. این 13 تا کارتی بود که توی فصل جدید قراره که تغییر بکنن دو روز دیگه. و بچه یه نکته دیگه درباره این قسمتی که کارت ها، کارت مستری یا همون مهارت ها، اون نشان ها، بچه ما میتونیم توی تمام چالش هایی که میریم توی کلنوار، توی مجلسی، توی تمام چالش ها، توی نورد هامون، همه میتونیم از این کارت هایی که استفاده میکنیم اون
مهارت رو، اون امتیازها رو میگیریم. تنها در جایی نمیگیریم شاملش نمیشه، همون بازی دوستان است، فرند با فرند، یا توی کلنمون میایم با دوستامون دو به دو یا دو یک به یک میریم بازی میکنیم، که در واقع اون هم ما میدونیم که حتی برای اون نه سکه ما به دست میاریم نه تاج بهمون میده. اینم هم همینطور، اینم هم فقط شامل اون نمیشه، ولی بقیه چالش ها شاملش میشه، اون امتیاز رو میتونیم بگیریم. بعد دوم این که مثلا شما وقتی که کارتای مثل اسپیل سرعت، اسپیل سرعت یا مثلا آینه، شما وقتی که آینه با آینه یک کارت رو خالی میکنید، هم به آینتون اضافه میشه اون امتیاز، هم به همون کارتی که با آینه خالی کردید. برای اسپل سرعت هم همینطور، اگر اسپل سرعت رو انداختید روی اون کارتا و اون کارتا تونستن به نیروهای حریف، به تاور حریف دمیج، به ضربه وارد کنن، دمیج بدن، در واقع اون موقع که هست که به اسپل سرعت هم امتیاز میده. و برای ورود به سطح یک هم که اینو همه میدونید دیگه، 5 تا برد بعد داشته باشین که وارد سطح یک باشید، و برای سطح های بعدی هم امتیازش رو کنارش نوشته که مثلا ما چقدر امتیاز باید کسب کنیم. مثلا برای ارو 65,000 تا ما باید دمیج بدیم به تاور و 420 تا امتیاز میخواییم که ما با ارو دمیج دادیم به نیروهای حریف. سومین مهارت هم که قراره به زودی باز بشه، فکر میکنم تو آپدیت جدید دو روز دیگه احتمالا باز بشه، حالا ما منتظر میمونیم. بچه ها تغییراتی که، تغییرات خیلی کوچیکی که اصلا کلش رویال بهش اشاره نکرده و اینه که ما خودمون میبینیم و متوجه میشیم توی این مدتی که بازی میکنیم، یکیش مثلا اون عکس والکری هست که تغییر کرده، یکی این که چیز رد و برق، فکر میکنم اون ستاره دار، ستاره سومش خیلی قشنگتر شده، وقتی رد و برق رو میزنن یه فلش خیلی قشنگی میزنه، خیلی خوشگله، منم خوشم، اولین بار که دیدم یه لحظه ترسیدم، گفتم این چیه، نکنه گوشی من هنگ کرده. بعد متوجه شدم که مال اون ستاره هایی که در واقع ما بعضی وقتا بهش میگیم ستاره های لباس برای کارتا هستش، که من یه سری، حالا ممکنه ما یه چیزایی رو متوجه بشیم توی آپدیت جدید که اصلا خود کلش رویال اشاره بهش نکنه، ولی ما خودمون متوجه میشیم و میفهمیم. و اینم در آخر بهتون بگم که مثلا ما وقتی که وارد پروفایل دوستمون یا هر کسی که میخوایم میشیم، این قسمت هم که تغییر کرده و مثلا به ما میگه که دوست ما مثلا 2500 تا بتل برنده شده، 5 ساله که بازی کرده، دیگه اون 4-5 تا از بین رفته، همه شده یه دونه، ولی وقتی روش رون کلیک میکنیم میزنه که چند سال دوست ما داره بازی میکنه، قبلا کلنوار میرفته، مثلا والکریش، سطح والکریش 3 هستش، ویچش 3، اسکلتش لولش 2، اینا رو میتونیم بفهمیم. و دیگه حالا اگر چیزهای دیگه بعدن اضافه بشه و ما ببینیم، حتما اطلاع رسانی میکنیم، ویدیو میذاریم بچه‌ها. و یه چالش جدیدم که اومده، این چالش هم یه توضیح خیلی کوتاه بهش میدم و دیگه خدافظی میکنم. این چالش هم بچه‌ها، مثلا ردیف اول میاد همه رو یه اکسیر میده، بعد خالی که میکنی یه کارتو که خالی کردی سریر اکسیر مثلا میشه 3 تا، همه کارتو حالا این دفعه 3 تا اکسیر دارن، حالا این کارتو خالی کردین، یهو حالا همه کارت ها 7 اکسیر شدن، 7 اکسیری شدن، بعد دوباره برمیگره به 1 یا 2. این یه چالش جدیدی که من دیشب خیلی بازی کردم و واقعا بازیش یه جوریه، یا میبری همون لحظه میتونی ببری یا دیگه نمیتونی، چون اینا رو رندوم میده دیگه، بعد تسلیم بشی. من یه بازی هم رفتم یه ویدیو گذاشتم، حتما بعد از این ویدیو اون رو هم به اشتراک میذارم که ببینید. و معمولا ترکیبایی رو که درست میکنن یه چیزی تو مایه های این ترکیبا هستش، مثلا مگا شوالیه و این تری ماسکیتر و یه سری کارت های دیگه، شبیه سازی و آینه و اسپل سرعت و اینا. فقط 2 تا کارت شما احتیاج دارید که باهاش حمله کنید و بقیه باید کم باشن و حالت چی میگن، مثلا
در واقع حمله ای که نه، مثلا مثل اسپل سرعت که سری ما اسپل رو میریم و یه کاری میکنیم که اون نیرامون خیلی سریعتر برن، یا اینکه دو برابر میکنیم اونا رو، شبیه سازی میکنیم، یا آینه. این ستا رو همه توی ترکیباشون گذاشتن که من دیشب بازی کردم دیدم. خب بچه خیلی خوشحال شدم، مراقب خودتون باشید. اگر نظری دارید یا اگر سوالی دارید حتما برای من کامنت کنید، من جواب میدم. و خوشحال میشم که با لایک کردن، با کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کانال من از من حمایت کنید بچه. خیلی خوشحال میشم واقعا، لایک و کامنت ها و سابسکرایب شما کمک میکنه که من توی ویدیوام بتونم پیشرفت کنم و ویدیوهای بهتر و با کیفیت بهتری براتون منتشر کنم. مرسی از همگی، خدا نگهدار.